فرمودند وقتی بنده مؤمن از دنیا می رود و راهی آخرت می شود، فرشتگانی از آسمان نازل می شوند که آن فرشتگان چهره های بسیار روشن و نورانی مانند آفتاب دارند. این قضیه برای انسان مؤمن هست. ملائکه رحمت نازل می شوند، چهره های آنها آنقدر روشن و نورانی هست به مانند آفتاب نازل می شوند. با خود کفنهایی دارند آوردند از بهشت و بوی خوشی از بهشت را به همراه خود آوردند. در کنارش می نشینند این فرشتگان تا جایی که چشم این انسان مؤمن که قرار است بمیرد در حال مردن از چشمش کار می کند، ملائکه کنارش نشستند و ولکن لا تبصرون، ولی شماها نمی بینید. آیه قرآن می گوید شما نمی بینید و نحن اقرب، ما به او نزدیک هستیم، یعنی ملائکه ما به او خیلی نزدیکند، کنارش می نشینند و ملک الموت شروع به گرفتن روح او می کند، روحش را می گیرد. چه لحظه ایست؟ میگوید ای نفس پاک و ای روح پاک خارج شو، ای نفس مطمئنه در روایت دیگر، ای روح پاک و روح مطمئنه خارج شو. و روح این انسان شروع به خارج شدن میکند. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید به مانند قطرات آب که از مشک میچکد، روح انسان از بدن میچکد و بیرون میآید تا اینکه به صورت کامل از بدنش خارج شود. ملک الموت آن روح پاک را تحویل ملائکه‌ای که آنجا نشسته اند می‌دهد. آن ملائکه آن روح پاک را تحویل می‌گیرند، در اون کفن‌هایی که با خود از بهشت آورده بودند می‌پیچند و با بوی خوش آغشته می‌کنند. وقتی روح کامل گرفته شد، در حدیث دیگر داریم تمامی ملائکه‌ای که بین زمین و آسمان هستند و ملائکه‌ای که در آسمان هستند برای او طلب مغفرت و رحمت می‌کنند. به محض قبض روح شدنش و گرفته شدنش و مردنش، درهای آسمان برایش باز می شود. آن روح را ملائکه با خود می برند. هر نگهبانی از نگهبانان درهای آسمان تمنا می کند که این روح از دری که او مسئولش هست برده شود. مشتاقند. با یک استقبال خاصی مواجه می شود روح این انسان مؤمن. حتی اذا جاء احدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقتی مرگ انسان مؤمن فرا برسد، فرشتگان ما به طور کامل حقوقش را میپردازند و خدمتش میکنند و در حق او کوتاهی نمیکنند. توفته رسلنا وهم لا يفرطون، به طور کامل خدمتش میکنند و حقش را میپردازند و تفریط و کوتاهی در حقش نمیکنند. شروع می کنند به بالا بردن روح انسان مؤمن. به آسمان دنیا می رسند. آسمان دنیا یعنی آسمانی که به زمین نزدیکتر است از بقیه آسمان ها. درخواست می کنند در آسمان باز شود. نگهبان آسمان می گوید چه کسی با شماست؟ ما هذا الروح طیب، این روح پاک از آن چه کسی است که با خود دارید؟ آنها می گویند فلانی، پسر فلانی. البته او را با بهترین نامی که در دنیا صدا زده می شد صدا می زنند و آن را نام می برند و می گویند فلانی، پسر فلانی با خود آورده این روحش را. در باز می شود در آسمان. به آسمان بعد می رسند. هر آسمان تا آسمان دیگر ملائکه ها او را تشییع می کنند، همراهش می روند تا اینکه به آسمان هفتم می رسند. وقتی ملائکه برای تشییع این روح به آسمان هفتم میرسند، الله ذوالجلال والاکرام خود میفرماید اکتبو کتاب عبدی فی علیین، نامه اعمال بنده مرا در علیین بنویسید. و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون. علیون چیست؟ کتابی نوشته شده است توسط فرشتگان مقرب درگاه الله. فرشتگان مقرب درگاه الله حاضرن موقع نوشتنش. این شرافت،
این بزرگی و این عظمت از آن چه کسی است؟ الیون نصیبش می شود، الیون چیست؟ یشهده المقربون. الله می فرماید ملائکه مقرب، نه هر ملائکه ای اونجا شاهد می شوند برای نوشتن نام او در الیین. و بعد از این که نام او در الیون نوشته شد، فیکتب فی الیین، پس در الیین نوشته می شود، الله سبحانه و تعالی دستور می دهد بنده ام را به زمین برگردانید، زیرا من به بندگان خودم وعده دادم، منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتا اخرى، ما شما را از زمین خلق کردیم، به زمین بر میگردانیم و از زمین بیرون می آوریم، باید به زمین فرستاده شود. بعد از آن ملائکه او را به زمین می آورند با اون خوشبویی که عرض کردم، چنان خوشبویی که در زمین نظیر آن دیده نشده است و به مشام نرسیده.